سالی از فریاد، سالی از خروش. پشتیبانان مقاومت در سال 1391. سال 91 همچون سالهای گذشته سال خروش هموطنان و پشتیبانان مقاومت ایران در خارج از کشور بوده است. خروش‌هایی که فریادهای سالهای گذشته را به ثمر رساند و پیروزی‌هایی همچون حذف نام مجاهدین از فهرست آمریکا را محقق کرد. هموطنان در این خروش‌ها هر روز از اینجای جهان به آنجا، در همه جا، در این میدان و آن خیابان، جلوی این سفارت و آن نهاد بین‌المللی، خواسته‌های مقاومت و مجاهدان آزادی را فریاد کردند و برای آن جهان را به واکنش خواندند. کارزار درخشان با دو تحسن حماسی بزرگ و بی‌سابقه در تاریخ. مهمترین و ستایش‌انگیزترین این خروش‌ها در تحسنی بود که تا اسفند ماه به 22 ماه خود، یعنی به 660 روز از شروع خود رسید. این تحسن طولانی ترین برنامه سازماندهی شده در ژنو. روزنامه تریبون دو ژنو 22 اکتبر 2012 در گزارشی از این تظاهرات نوشت: تظاهرات آنها به بخشی از چشمانداز این منطقه از ژنو در مقابل مقر ملل متحد تبدیل شده است. جنگ صلح‌آمیز آنها سرانجام کوه‌ها را هم جابجا کرد. بعد از اروپا، ایالات متحده نیز جنبش آنها را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. اما خاتمه نبرد آنها برای لیبرتی و اشرف دور است و هنوز ادامه دارد. پشتیبانان شرکت کننده در تحسن ژنو در تمام طول سال و برای دومین سال در خیابان بودند. نه از باران‌های بهار، نه از آفتاب و گرمای تابستان، نه از بادهای پاییز و نه از برف و بوران زمستان هراسی به دل راه ندادند، چرا که عشق میهن در دل آنان بود و عشق به فرزندان آزادی خواه و مجاهد میهن. آنها از همه کار و زندگی خود زدند و جهان را به یاری فراخواندند. صداهایشان هنوز هم همچنان تنین انداز است. به صحنه هایی از این خروش یک ساله نگاه کنید. افتخار آفرین تلاش‌ها و خروش‌های هموطنان ما در خارج از کشور در اکسیون واشنگتن در مقابل وزارت خارجه بود، جایی که تحسن ایرانیان آزاده برپا بود و آنها همچون هواداران مقاومت در ژنو سراپا خروش. آن فریادها بخشی از حماسه‌ای بود که نام مجاهدین را از فهرست آمریکا پاک کرد. My friend Ray said, I am Steve Lewis. Pastor Young and I are still very sad that we are still not where we need to be with our brothers and sisters that's in Camp Ashraf. I know that they are at Camp Liberty. And we are asking that you would please take note and do not allow anything to happen to the people in Camp Liberty. And also we ask that if you would please, if you would consider taking them off the terrorist list, to remove them from the list, remove the MECARE off the list.
گوش دادید و عدالت، آزادی خواهی و تمام ادعاهایی که این دولت، یعنی دولت آمریکا داره رو به چالش کشیدید. خانم کلینتون، شما گفتید اگر سلاحاتون رو بدید به ما، ما از شما دفاع خواهیم کرد. کو دفاع شما؟ آیا این 50 نفری که به شهادت رسیدن در اثر دفاع شما بود؟ مظلوم ها رو در لیست تروریستی نگه می‌دارید. این بی‌شرمیه برای تک تک کسانی که دستشون به این بی‌شرمی آلوده است. فریاد هموطنان ما در مهر ماه علیه احمدی نژاد در مقابل سازمان ملل بلندترین فریادهای جهان بود. CNN در گزارش خود از تظاهرات ایرانیان در نیویورک گفت: من فرصتی پیدا کردم که بین جمعیت بروم و این نگرانی آنهاست. در سالهای گذشته ورود رئیس جمهور رژیم ایران محمود احمدی نژاد همراه با تظاهرات متعددی در خیابانهای نیویورک بوده است که صدای مخالفت خود را با حضور وی در اینجا آشکار می ساختند و همچنین به رژیم ایران. ما آمدیم اینجا جایی که جمعیت اجازه داشته که تجمع و تظاهرات کند و یک برآوردی از ابعاد آنها به دست بیاوریم. علاوه بر این دو کانون همیشه فریادگر، هموطنان ما در سایر کشورهای دنیا همواره برای اعتراض به نقض حقوق بشر و اعدامها و مصائبی که در این رژیم بر سر مردم ما میآید به صحنه آمدند. آنان در هر کجا که بودند و به رغم همه مشکلات خود همواره همپای نبض مقاومت و خروش‌ها و فرازهای پایداری اشرف و لیبرتی به میدان آمدند. خروشیدند، تظاهرات کردند و جامعه بین المللی را به موضع‌گیری وادار نمودند. Aujourd'hui, 10 août 2012, encore une fois, nous sommes ici à Paris, comme hier à Genève, à Washington ou Bruxelles, pour crier haut et fort notre indignation contre le sort réservé depuis trop longtemps à nos amis d'Ashraf et de Liberty, aux tortures physiques et psychologiques subies par nos amis, aux nombreux martyrs morts pour la liberté. حالا همون بچه ها، همون جوانان، میراثداران همون ارزش های بزرگ انسانی در مقیاس های بسیار بسیار بزرگتری ایستادند با فداکاری های عظیمتری که ما رو به ستایش، به تعظیم، به تکریم دعوت میکنه. خواهش میکنم برای یارانمون در اشرف و لیبرتی کف بزنید.
گردهمایی‌های بزرگ مقاومت نیز در سالی که گذشت یکی دیگر از صحنه‌های حضور فعال هموطنان خارج از کشور بود. آنان در هر مناسبت و در هر مقطعی که فراخوان مقاومت را شنیدند در صحنه حضور یافتند. این خروش ایرانیان آزاده در خارج از کشور، فعالیت هواداران و جوانان انقلابی در داخل کشور نیز در طول سال ادامه داشت. آنان در سراسر کشور پیک‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران و قاصدان آگاهی بخش مقاومت و حامل پیام امید مقاومت و پیروزی بودند و فعالیت‌های چشمگیر و شجاعانه و تحسین انگیز آنان فضای اختناق حاکم بر کشور را در هم می‌شکست. فعالیت‌های انقلابی کارگران در تهران و سایر شهرهای میهن. فراخوان به اعتراضات ضد حکومتی به مناسبت روز جهانی کارگر اردیبهشت ماه 1391. فعالیت جوانان انقلابی به مناسبت سالگرد 30 خرداد.
پخش و نصب تراکت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی در شهرهای اصفهان و تهران. چنین سال 91 با خروش‌هایش پشت سر گذاشته شد و مقاومت ایران با همه پشتیبانانش گام‌های بزرگی را به سوی سال سرنگونی برداشتند.